سلام، تو این ویدیو میخوایم جدیدترین لوپ شرکت مکانیک یعنی D65T با پایه 11 را به شما معرفی کنیم. تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. خب اول ما میخوایم جعبه رو باز کنیم و ببینیم که محتویات داخل جعبه چیا هستند. همینطور که از اسمش گفتیم یه پایه 11 داره با دیزاین جدید. دوستان این مدل یه مدل کانسپته و طراحیش نسبت به بقیه لوپا فرق میکنه. یه لامپ LS3 روش هست که بسیار با کیفیته و جنس خیلی خوبی داره. نورش هم خیلی خوبه. در ادامه ویدیوی همین لامپ هم با هم دیگه میبینیم. یک کاتالوگ داره و اینم که میله لوپ هست. یه پک هم داخلش قرار داره که دو تا جفت لاستیک چشمیه، یکی سه‌بعدی و یکی هم معمولی. پایه هد اصلی بسیار خوش رنگه، رنگ مخصوص مکانیک زرد و آبی هستن. هد اصلی لوپ دو تا چشمی جدید رو این لوپ اومده که رو لوپا دیگه ما نمیبینیم. 10x در 25 میلیمتر هم وایدش هست. یکی از خصوصیات این لوپ. یه لنز همسانساز هست که فعلا ما کاری باش نداریم، ولی همینم هم 2.5 هست. معمولا لنزهای دیگه نیم روشون میذارن که عرض خیلی زیادی به ما میدن. و یه دونه هم که لنز محافظ برای اینکه عمر لنزمون کم نشه و کثیف نشه، حتما بعد لنز محافظ رو بذاریم همیشه. یکی از لاستیک چشمی ها رو هم موقت میذاریم. و این هم که میذاریم داخل جمع. یه دونه گردگیر هم داخلش هست مثل همه لوپ ها که ما فعلا کاری باهاش نداریم. لوپ D65T نیو مکانیک، چون قبلا D65T بود ولی الان نیو هست، تغییراتی داشته که از نزدیک با هم دیگه میبینیمش. یکی از خصوصیات جدید این دستگاه چشمی هاشون هستن که 10x در 25 میلیمتره. قبلا هم از این دستگاه می اومد ولی 10 در 25 نبود، 10 در 23 بود. یه سری جدید 10 در 25 بود. و زومش هم که از 6.5 تا 65 برابر ما میتونیم زومش کنیم. یک دیگه از تغییرات این لوپ جنس این گیره‌هاش هست که سیلیکونی هستن و به هیچ عنوان خراب نمیشن. هم این قسمت که زوم میکنه و هم این قسمت که فوکوس میکنه کامل از سیلیکون هستن. جنس بدن دستگاه مثل سری قبلی از کامپوزیت هست و پلاستیک خشک. لامپ لوپ هم گفتیم از مدل LS3 هست، یه لامپ پرقدرت و همراه با محافظ که
کلید خاموش روشن هم داره. نحوه نصبش هم به این صورت، چون خودش محافظ داره باید محافظ لوپ رو باز کنیم و لامپ رو نصبش کنیم. به این شکل نصب میشه. از اینکه تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین ازتون ممنونم و اگر نظری در مورد این لوپ دارین میتونین داخل کامنت برای ما بنویسین.